ببینید شوالیه ایرانی رستم است. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. این شوالیه ایرانی به ساخت و ترکیب، به سلاح، به رفتار و گفتار و کردار بسیار بسیار متعالی است، کسی نظیرش پیدا نشد یا من نمیشه. کمان سام نریمان و گرز سام نریمان با اون زره و با اون خود حالا جستجوگر اسب هستن برای این پهلوان که خیلی هم جوان هست. و همه اسب ها توش و توان کشیدن این گرز گران و اون تن و توش پهلوان رو ندارن، بنابراین بایستی برایش اسب انتخاب کنید. شوالیه عرب میومد به میدان، شمشیرش از یکی دزدیده بود، صاحبش رو کشته بودن، او به کمرش بسته بود، اسبش هم از یکی گرفته بود، زرهش هم از یکی دیگه دزدیده بود، اینا تنش کرده بود شده شوالیه الله. شوالیه الله اومد با گرز دزدی و با شمشیر دزدی و با اسب دزدی و اموال مردم، بگید که اومد. شوالیه های عرب. خب برویم ببینیم که این استاد ما در باب رخش چه گفت. حالا داستان ایرج رو خوندیم، سلم و تور و ایرج و بعد فریدون و بعد زادن منوچه که انتقام این گرفت از اینها، انتقام ایرج رو گرفت، انتقام پدر بزرگش رو در واقع گرفت، و داستان فریدون. از اینجا شاهنامه ما وارد بخش پهلوانی میشویم. چهره سام پیدا میشه و چهره زال زر و داستان عرض کنم که عاشقانه ای که هست بین زال و رودابه و ثمره این عشق رستم هست. خیلی زیباست. یعنی اون کسی که طراحی کرده این داستان رو از ابتدا که فردوسی نبوده، البته بسیار این داستان ها قدیم هستن، در جهت تولید بهترین پهلوان از بهترین تبار اینها پیداست تفکر بسیار رفته در این ارتباط، چون رستم ثمره عشقی سوزان بین زال و رودابه که موضوع نباشه بسیار هم شده است در این کارهای مینیاتور. فراموش کردم که تصویری به شما نشان بدیم، حالا بعد نشان بدیم. خیلی خوب، اینجا سخن هست. اینجا رستم به گونه ای سخن گفته، خیلی جالب، جوانی رستم رو از سخنش بداد، نشاط جوانی داره و گندگویی میکنه پیش پدر که چنین میکنم و چنان میکنم. باری میگوین از کجا اسب بیاوریم برای این پهلوان. زال اینجا شکوه میکند از پیری، بله، به روز جوانی به زور دو پای چو باد وزان جستمی منز جای، کنون چنبری گشت پشت یلی نتابم همی خنجر کابلی. از پیری خیلی استاد منزجر بوده، به پیری چو هم گیردت یال و پشت، به جز با چیزی نداری بمش. کنون عمر نزدیک 80 شد، در باب خودش گفته فردوسی در یک جای کتاب، کنون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک باره برباد شد. به جای عنانم عصا داد سال، پراکنده شد مال و برگشت ها. در 60 سالگی می فرماید که چه آبند به نزدیک سر تیغ شست، مده می که از سال شد مرد مست. زال اینجا شکایت میکنه از پیری که بله به روز جوانی چنین بودم و امروز دیگر توان حمل سلیح با من نیست، بله، اما سپاسم به یزدان که از این بی روز برآمد یکی شاخ فرخ درست، که از وی همین سر به گردون کشد، به مردی ببینی همو چون کشد. کنون گش رستم چو سر به سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی، یکی اسب جنگیش باید همین که از این تازی اسبان نشاید. حتی اسب رستم هم اسب تازی نیست، زمینیم که اسب تازی بسیار زیباست، همین سوزال میگه که از این تازی اسبان نشاید.
یکی اسب جنگیش باید همین کزین تازی اسبان نشایدن. این اسبای تازی که ما در اختیار داریم و زیبا هستن و چنین و تانزن، اینها به کار رستم نمیاد. یک اسب جنگی نیرومندتر لازم داره و اون اسب ایرانیست. این که عرض میکنم که به دقت بسیار رفته در طرح این داستان، از اینجا دانسته فردوسی این واژه رو. هیچ بیتی در شاهنامه نیست که در بابش تفکر نرفته باشه و هیچ بیتی نیست که سیاسی نباشه. بگوان کنون اسب جنگیش باید همی کزین تازی اسبان نشاید هم. در حالی که در همه جا توصیفات بسیاری هست در زیبایی اسب تازی، اما نه برای رستم. رستم نمیتواند سوار اسب تازی بشود. خب پس زال داره نظر میده که این پیکر، این پهلوان جوان رو ما نمیتوانیم، اسب تازی توان این کار رو نداره. خب بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. باره پیلتن اسب بسیار نیرومند، بایستی پیدا کنم برای او. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روز. هر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. برستم بگفت ای گبه پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، کزو بگسلت خواب و آرام و ناز. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. زال به پسرش میگه. البته داستان زال هم فوق العاده زیباست. حالا شاید یک بار از ابتدا داستان زال رو بخونیم. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی؟ پسرش امتحان میکنه آمادگیش رو برای نبرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی. چنین پاسخ آورد رستم بدوی، که این نام ور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن به هر انجمن. دلیری نمودن به هر انجمن. این بیتن یه بار دیگه تکرار شده تا اونجا که من میدونم در داستان بیژن است. و اینکه او رو به بند کشیدن در سراپرده منیژه در حالت مستی فریب دادن و آوردن پیش افراسیاب، تحقیر کرد، توهین کرد به بیژن. بعد بیژن میگوید اگر شاه خواهد که بیند زمن، دلیری نمودن بدین انجمن. یکی از فرمای و گرز گران، گزین کن ز ترکان هزاران سران. به آور گه گر یکی زن هزار، همی زنده مانم به مردم مدا. یکی دست بسته برهن تنا، یکی راز پولاد پیراهنا. چگونه جهت شیر بی چنگ تیز، وگر چند باشد دلش پرستیز. اگر شاه خواهد ببیند زمن، دلیری نمودن بدین انجمن. بعد همون ابیاتی خدمتتون خوندم که افراسیاب هم البته برا شفته که این مرد آمده و در بستر دختر من بوده، تازه از من گرز و سپاه هم میخواد. باری رستم میگوید چگونه فبله، همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن به هر انجمن. ز کوه سپید و نوشتن سپند، ز کوه بخشید، ز کوه پیل سپید بود، عذر میخوام، ز کوه سپند و ز پیل جیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. نکالایس قبلا کرده. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی رنگ. قرار است که با پور پشنگ که افراسیاب باشه جنگ بکند رستم.